کتاب مهدویت پژوهی تطورات و آسیب به قلم حسین الهی نژاد به همت پژوهش کده مهدویت و آینده پژوهی و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در 333 در 331 صفحه منتشر و راهی بازار کتاب ایران شد. مهدویت پژوهی در حوزه پژوهشی و آموزشی با دو روی کرده تطور شناسی و آسیب شناسی تبیین و تحلیل می شود. لازم به ذکر است کتاب مهدویت پژوهی تطورات و آسیب ها در سه بخش و ده فصل تعلیف شده است. در بخش اول این اثر در چهار فصل به مباحثی از جمله آسیب شناسی، تطور شناسی و شکل گیری حوزه مطالعاتی مهدویت پژوهی شده است. پرداخته شده است. در دوم بخش از این کتاب به وضعیت سنجی مهدویت پژوهش در حوزه پژوهش پرداخته شده که در این راستا به پجوهش های مهدوی در دوره های چهارگانه تاریخی و تطورات تاریخی مهدویت در مقاطع چهارگانه اشاره شده است. نویسنده در فصل سوم به دوره مکتب سامه را میپردازد که در این راستا مرجعیت و جایگاه اجتماعی میرزای شیرازی هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامرا، حضور بیشمار شاگردان میرزای شیرازی در سامرا منشورات مستقل مهدویت در مکتب سامرا و همچنین حضور پررنگ مرجعیت در صحنه تحریم تنباکو تبیین شده است.